فردی که چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران را به خود اختصاص داده بود، درگذشت. گفته میشه این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی میلیاردها تومان پول به جیب زده و با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی بسیاری از کارخانه های شکر را خریده و پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل به برج سازی در کارخانه ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگه تصاحب کرده بود. در دادگاه رسیدگی به پرونده این فرد، وی به رد بیش از 150 میلیارد تومان پول، 27 سال زندان و بیش از 20 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان ماجرا نبود و وی با سپردن وثیقه 150 میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدید نظر بود آزاد شد. اما حالا با درگذشت او باید دید این پرونده به چه سرنوشتی دوچار میشه.